منم یاد خداوند بیندازه مهربان و خداوند دانا و توانا هست. سلام علیکم، بعد از چاشتتان بخیر هموطنهای عزیزم، امیدوار استم جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه رسم زندگی آغاز شد و نیم ساعت مهمان خانه شما هیزان استیم. اگر میخواین رابطه تون را حفظ بکنین با برنامه خودتان، راه های ارتباطی برنامه در اختیارتان است. 488 کلید 47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما عزیزان هستیم و کوشش میکنیم همواره به هر نظر شما هرچ گذاری داشته باشیم تا مطابق همان نظریات شما بهترین موضوعات را انتخاب بکنیم تا از طریق همین برنامه تقدیمتان بکنیم. و اگر میخواین تماس داشته باشین با برنامه خودتان، با برنامه رسم زندگی، شما تماس برنامه در اختیارتان است. 0220 موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر نفس تنگی یا آستما. یک موضوع خیلی ها مهم است تو بسیاری هست افراد و اشخاص را شما میبینیم زمانی که صحبت هایی می داشته باشن نفسشان یا به گفته عامیانه می سوزه، یا بسیاری هست هموطنانمون هستن که همین بیماریشون خیلی ها پیشرفته شده. اینکه حالا چگونه میتونیم، با کدام راه ها میتونیم پیشگیری داشته باشیم، رای حل در چیست، بحثمون رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه‌مون جناب دکتر صاحب حسیب الله نجیب که ایشان متخصص داخلی عمومی هستن، در رابطه با همین موضوع خیلی ها مهم صحبت میکنن. بازم یک یادوری میداشته باشم از شما تماس برنامه 0220 در اختیارتان است، میتونین تماس داشته باشین با برنامه خودتان و یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا ما واسطان را بگونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین، وقتتان بخیر. سلام بر شما، سلام به تمام بیننده هایی که همین لحظه ما را میبینن. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه. سلامت زنده باشین دکتر صاحب. در ابتدا اگر یک تعریف داشته باشیم از نفس تنگی یا آستما، بعد میریم به طرف دیگر. بسیار خوب، آستما یک مریضی بسیار شایع است و تعریف از این قسم است که آستما عبارت از یک مریضی طرق تنفسی است که بس اکثرا به شکل مزمن یا دوامدار می باشه و در آن التهاب در طرق هوایی و همچنان افزایش عکس العمل طرق هوایی به وجود آمده که هر دوی از اینا سبب میشه تا طرق هوایی اما مجرای داخلیشان تنگ شود و در نتیجه نزد شخص یک نفس تنگی را و دیگه اعراضی که در این مریضی به وجود میاد اونها را به وجود بیارن. و معمولا آستما در تمام دنیا یک مریضی بسیار معمول و شایع می باشه. بله. تقریبا 8-10% تمام نفوس مصاب می سازه. ای در هر دو جنس، یعنی در زن و در مرد یا در جنس مؤنث و مذکر، در هر دو جنس دیده میشه و همچنان در تمام سنین میتونه که به وجود بیاد. هم اطفال میتونن مصاب بسازه و هم کاهلان میتونه که مصاب بسازه، ولی اکثرا در نزد جنس مذکر در اطفال زیادتر واقع میشه و در جنس مؤنث اکثرا در نزد بزرگسالان یا کاهلان موجود میباشه. آستما یک مریضی بسیار شایع بوده و در 20 سال اخیر واقعات از این بسیار زیاد افزایش یافته و اکثرا مراجعینه که به دفاتر دکترها یا به معاینه‌خانه دکترها مراجعه میکنه اکثریتشان مریضای آستما تشکیل میده و همچنان زیادترین بستری که در شفاخانه میشه هم میتونه که یک تعداد کثیرشان از جمله مریضان آستما باشن. و متاسفانه که در اواخر مرگ و میر ناشی از آستما نیز افزایش یافته. آستما به صورت عمومی یک مریضی آلرژیک یا حساسیتی است و اکثرا اشخاص که حساس می باشند برای مصاب شدن به این مریضی یک بنیه ژنتیکی یا ارثی نیز می داشته باشند. بله دقیقاً دکتر صاحب. حالا در شرایط گونه زمانی که ما افراد اشخاص را مشاهده می کنیم جناب دکتر صاحب که دچار همین بیماری شدن، همو خودشون تشخیص داده نمی تونن، گویا دفعتن میگن دل ما تنگ شده و نفس ما قید میشه، حالا دیگر چه گونه می تونن که این افراد که دچار این بیماری شدن به گونه درست خودشون بتونن تشخیص بدن؟ بسیار خوب. اصلا اگر نفس تنگی را تعریف کنیم، نفس تنگی عبارت از یک تجربه و یا یک احساس ناخوشایند در هنگام تنفس کردن است، یا یک تنفس کردن ناخوشایند است. بله. کی میتونه در بسیاری از امراض به وجود بیاید، ولی شایع‌ترین مرض از اینا آستما است که اکثرا اشخاص عام یا مردم عادی آستما را به نام نفس تنگی هم میشناسند. بله. انال آستما در پولی ازی که نفس تنگی داره یک تعداد اعراض علائم دیگه هم داره که باز با دانستن از اونا میتونن یک شخص
و یا دکترها به تشخیص نزدیکتر شوند که آیا یک شخص مصاب با استما است یا نه. که عمدترینش خب قسم قبلا هم گفتیم نفس تنگی است یا نفس قیدی است. دیگه عرضی که میتونه در اینا موجود باشه سرفه است. سرفه میتونه دوامدار باشه و معمولا سرفه همراه با بلغم میباشه، یعنی بلغم در مریضای استما معمول میباشه. و یک مشکل عرض دیگه که میتونه در این مریضا موجود باشه گرفتگی سینه یا احساس گرنگی در سینه یا هم اصطلاح انگلیسی چست تایتنس برش میگن و یا درد سینه در بسیاری کم وقت میتونه که موجود باشه و این معمول ترین اعراضش است. و یک عرض بسیار معمول دیگه که در نزد مریضا موجود می باشه به نام ویزینگ یاد میشه. ویزینگ یک صدای موزیکال است که در اثر تنگ شدن برانش ها و عبور هوا به وجود میاد و این مردم عادی اکثرا میگن سینما صدا داره و یا اینکه غژس داره که این هم یکی از اعراض بسیار برجسته آستما و همچنین یک علامه بسیار برجسته آستما می باشه. دیگه علائمی که در نزد مریضای آستما با وجود میاد معمولا ریت تنفسی در نزد مریضای آستما زیاد میشه و اینمی صدا شنیده میشه و معمولا ضربان قلب در نزد مریضا بلند میره و آستما باز درجات داره که در درجات خفیفش و درجات اعراض علائم تمامش موجود نمیشه، ولی در صورتی که درجات از این پیشرفته تر میشه ممکن است که در هنگام نفس قیدی کبودی دستا، انگشتا و همچنان کبودی پا، ناحیه لب اینا با وجود بیاد، یعنی اکسیژن کم میشه و حتی قسمی که شما قبلا گفتین تکلم و فعالیت فیزیکی و اینا تمامش مختل میشه هر قدر که شدت آستما زیاد باشه. دقیقاً دکتر صاحب نکات خیلی خوب را یاد داره که هموطنان بینندیم. پس چه خوب است که زمانی که میخواین تشخیص داده بتانین همین بیماری آستما یا نفس تنگی را، پس همین نکات را که جناب دکتر صاحب یاد داره کردن به اونه درست در ذهنتان جایگزین بکنین تا خدای نخواسته این قسم نشه که این اعراض و علائمش بروز بکنه و خودتان اصلا تشخیص داده نتانین. باز ما منتظر تماس شما حیثان بیننده هستیم و شماره تماس 02-220-9. جناب دکتر صاحب نکات خیلی خوب را یادآوری کردین. حالا ببین اگر اشاره داشته باشین زمانی که یک فرد دچار این بیماری شد یا دچار همین نفس تنگی یا استما شد چی وقت میتونن همین مریضی یا همین بیماری را جدی بگیرن؟ خب استما یک مریضی جدی است. در صورتی که مریضان مصاب با استما باشن اینا بعدا در تداویش میگه ما که یگانه چیزی که هم دکتر و هم مریض کمک میکنه ایجوکیشن یا همون تعلیم و تربیه مریض هاست که مریض ها را باید تفهیم کنند در مورد اعراض علائمش باید برای مریض ها بفهمانند و همچنان در مورد شدت آستما برای مریض ها بفهمانند و همچنان در مورد وخامت های آستما برای مریض ها معلومات کافی داده شود. آستما یک مریضی است که معمولا دوامدار موجود نمی باشه، اکثرا به شکل حملات موجود می باشه، یعنی حملات ایسی میتونه که کوتاه مدت باشه میتونه که طویل المدت باشه. در قسمی که قبلا گفتیم آستما یک مریضی حساسیتی است یا آلرژیک است و هر زمانی که یک شخص حساس مواجه به مواد آلرژیزا یا حساسیت زا میشه سبب حملات آستما میشه و اینا باید تعلیم و تربیه کافی در مورد و معلومات کافی در مورد آستما یا همین نفس تنگی داشته باشن که بفهمن چی کار را بکنن و چی وقت نزد دکتر مراجعه کنن. بله دکتر صاحب بسیاری هست افراد و اشخاص هستن زمانی که اگر چنین نکات را که شما یادآوری کردین که مد نظر داشته باشن دچار هیچ نوع مشکل نمیشن. حال هم یک میان برنامه خیلی کوتاه و دوباره برمیگردیم، منتظر تماس شما دوستان بیننده هستیم. بازم برگشتیم، با شما دوتان بینده هستیم در ادامه برنامه رسم زندگی با جناب دکتر صاحب حسیب‌الله نجیب که ایشان متخصص داخل عمومی هستند. در رابطه به موضوعی که انتخاب کردیم در نخست برنامه همچنان اشاره ای داشتیم، موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر آستما یا نفس تنگی یا همچنان تنگی نفس. یک موضوع خیلی ها مهم است، بسیاری از افراد و اشخاص هستند که دچار این بیماری شدن اما نمیتونن که راه حلش را پیدا بکنن یا به زودترین فرصت مراجعه داشته باشن نزد
دکتر سایپا. شما خوبان اگر مشکل دارین، پرسش دارین، میتونین بگونه لایف مستقیم تماس داشته باشین. با برنامه شما تماس برنامه در اختیارتون است. 02-220-93 یک موقعیت خیلی خوب را اختیار بکنین تا ما حواستون را بگونه درست در برنامه با خود داشته باشیم. حالا دکتر سایپ، تعریف همچنان داشتیم از آستما یا نفس تنگی، از عواملش همچنان یادآوری کردین. حالا اگر اشاره‌ای داشتین در رابطه به اسباب نفس تنگی یا آستما. بسیار خوب، یک نکته بسیار مهمه شما اشاره کردین. قسمی که قبلا گفتیم آستما یک مریضی آلرژیک یا حساسیتی است و در اینجا عمدترین علتی که سبب به وجود آمدن آستما میشه به نام اتوپی یاد میشه. اتوپی چی نمیگن؟ اتوپی عبارت از یک تمایل ارثی یا ژنتیکی برای مصاب شدن به امراض آلرژیک یا حساسیتی است و آستما هم از اینمی امراض است. بنابراین عمدترین دلیل آستما همی اتوپی یا یک تمایل ارثی و ژنتیکی برای عرض امراض ارثی میباشد. چاقی در پالش من حیث یک فاکتور عمده برای به وجود آمدن آستما رول عمده خود بازی میکنه. ولی قسمی که قبلا هم گفتیم آستما اکثرا به شکل حملات به وجود میاد. با مزرعت که تماس داریم ببینیم کدام هموطن ما از کجا تماس گرفتن. بله سلام، وقت بخیر. سلام علیکم جامعه‌دار، بخیر. تشکر، زنده و سلامت باشین. خوب هستین؟ ساعت من کی از کجا تماس گرفتین؟ خیلی خوش آمدی برادر عزیز، بفرمایید سوالتان را مطرح بکنین. بله؟ یعنی هر شب نیست، فقط بعضی اوقات؟ هر شب وقتی که خواب میشم دیگه ایتو وقتش مشخص نیست دیگه که خواب باشم یا بردار باشم، همه تو نفسم قطع میشم. سوال دارین دکتر سه؟ همراهش سلفه هم دارین برادر عزیز یا خیر؟ نه خیر سلفه هم ندارن دکتر سه. تب یا تب هم دارین؟ متاسفانه که تماس برادر عزیزمون عزیز داریم. شما عزیزان اگر میخواین تماس رو داشته باشین در قدم نخست آواز تلویزیونتان را پخش بکنین تا ما آوازتان را در برنامه با خود داشته باشیم، میتونین به شماره تماس 02-220-93 تماس بگیرین. بفرمایید دکتر صاحب. خب ابتدا سر اسباب آستما گپ میزنیم، باز برای برادر ما جواب میدیم. قبلا گفتیم بنابراین زمانی که یک شخص حساس یا یک شخصی که مساعد است از نظر ژنتیکی و ارثی به یک تعداد عوامل حساسیت زا مواجه میشن، معمولا سبب عمله آستما در نزد از اینا میشه که در یک تعداد واقعات بسیار به صورت عاجل آنن به تعقیب مواجه شدن به می مواد به وجود میه و در یک تعداد واقعات به صورت یک کم مؤخر یعنی 4 الی 6 ساعت بعد با وجود میاد و اکثرا مواردی که میتونه امی حمله آستما را به وجود بیاره امی گرد و خاک داخل خانه است، مثلا گرد و خاک توشک، بالشت، قالین، فرنیچر و یا دیگه. گزیده شدن توسط بعضی از خزنده ها مثل کیک، خسک، اینا که اکثرا در خانه ها و اینا وجود دارن دیگه، پر، موی و دیگه محصولات حیوانات خانگی مثل اکثرا در خانه ها پشک و مرغ و اینا می باشه و کسایی که حساس هستن باید از اینا دوری کنن. باز دیگه... هم تماس داریم دکتر سه با مزرعت. بله سلام. بله سلام. بله سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ ساعت من سرال بفرمایید. تشکر، زنده باشین. از وقتی سوال داشتم. بفرمایین خواهر عزیز، سوالتان را مطرح بکنین. سوال ممی است که نفسی دارم تنگی میشه دیگه زیادتر پیجاکتر هم رفتم گرفت قلب گرفتم و اینا تلویزیونی کردم یه قلب مشکل ندارم. بله باز یه راش هم تو دبستر خواب می باشم دیگه، باز دلم تنگی میکنه، باز میخدم از جمع میشینم. دیگر پرسش نداره؟ وقتتان بخیر، خداوند نگهدارتان. بفرمایید دکتر سه.
خب و یک تعداد ذرات فصلی مثل ذرات گل و یا بوی گل، ذرات درختان و یا اینا هم میتونه که حمله آستما را به وجود بیاره. دیگه در زمانی که آستما خاموش است چی چیزایی میتونه که یک حمله ش تشدید کنه یا واقع کنه یا عرض و علائم در نزد مریضا به وجود بیاره؟ عمدترینش سپورت یا ورزش کردن است. یک زمانی که ورزش میکنن تقاضای اکسیژن زیاد میشه و معمولا عملات آستما در نزد مریضا به وجود میاد. دیگه انتانات طرق تنفسی و لویس تک، دیگه التهابات بینی است، التهابات سینوس هاست تک، دیگه تغییرات فصلی یا تغییرات آب و هوا که اکثرا دینمی تغییر موسم مریضای آستما هم بیشتر به شفاخانه مراجعه میکنن. زمانی که یک تعداد اشخاص حساس یک تعداد ادویه ها مثل اسپرین و یا هم ادویه های ضد درد دیگه را میگیرن میتونه که حمله آستما در نزد از اینا با وجود بیاد. تماس های شغلی کسانی که در محیط های کار میکنن که در اونجا مواد کیمیایی است و یا دیگه مواد است که میتونه سبب حساسیت یا عکس العمل طرق هوایی شوه، اینا میتونه که سبب حملات آستما شوه. و در یک تعداد کم اوقات در نزد خانم ها زمانی که در عادت ماهوار هستند میتونه که عملات آستما با وجود بیاد. یک حالت دیگه که استرس است، تشویش یا استرس و عصبانیت، اینا هم میتونه که حمله آستما را سبب شوه. خب میایم به جوابای بله. برادرمون تماس گرفته بودن از بهارستان، گفتن که بله. فکر کنم آل هم تماس داریم، دوباره برمیگردیم به پرسش ها. بله سلام. بله سلام. علیکم سلام، زنده سلامت باشین، شما خوب هستین؟ ساعت من بفرمایین کی از کجا تماس گرفته؟ سلامت باشین، شکر خدا ما خوب هستیم. از خاطر مرض یعنی نفس تنگی. بفرمایین سوالتان را مطرح بکنین خواهر عزیز. سلامت باشین. زمین مشکل داره. همیشه وقت مرض میگه پیش دکتر میبریم میگه پیچکاری میتاره که پیچکاری کدام نقطه داره. یکان تا میتا افسالگی رست بار از افسالگی این مشکل اجاز بلی گم میشه. میتر درست هست یعنی. دیگر پرسش دارین دکتر سیف؟ زنده و سلامت باشین خواهر عزیز، بینیدی برنامه خودتون باشین، جواب سوالتون را دریافت میکنین. خدا نگهدارتون، بفرمایین دکتر صاحب. خب سوال برادر ما که میگفتن از طرف شب آستما داره. بله وقتش مشخص نبود دکتر صاحب، میگفتن همیشه وقت دچار همین بیماری من میشم دفعتن میایه. بله. این وقتش مشخص نیست که از طرف صبح بر ما اتفاق میفته یا از طرف شب. بلکل درست است. قسمی که قبلا گفتیم آستما یک مریضی الرژیک است و میتونه که عمدترین عرضی از این نفس تنگی باشه، ولی نفس تنگی را هم تشریح کردیم که نفس تنگی میتونه که از سبب امراض مختلف دیگه هم باشه. قسمی که از برادر ما پرسان کردیم اینا سرفه نداشتن، امراض تب نداشتن، تنها نفس قیدی داشتن. چند چیز دیگه هم هست که از طرف شب میتونه در نزد مریضا، خود آستما میتونه که عرضش از طرف روز هم باشه، از طرف شب هم باشه. و معمولا تون طرق هوایی یا تقلصیت طرق هوایی معمولا در ناوقتای شب که تقریبا 3 الی 4 بجه شب است بسیار زیاد میشه و در این حالت یک تنگی یا باریکی در خود طرق هوایی به وجود میاد و اکثرا میتونه که سبب نفس قیدی، سرفه و اینا شوه که این میتونه در خود آستما به وجود باشه. ولی یک تعداد حالات دیگه هم هست که ما باید نادیده نگیریم. مثلا یک تعداد کسا هستن یک مریضی دیگر به نام سلیپ اپنی سندروم میگن، یعنی اتو واقعات گذری یا حملات گذری استاد شدن یا مشکلات تنفسی در انگام خواب در نزد یک تعداد کسا موجود می باشند که اکثر اینا در خواب یک صدای بلند هم در انگام تنفس از موجود می باشه پیش از این مریضا، که اینی هم باید از اینا از آستما تشخیص شود، تشخیص تفریقیش باید در نظر گرفته شود. و همچنان یک حالت دیگه است که او را به نام امراض انسدادی مزمن طرق ریوی یاد میکنه. بله. یا برانشیت مزمن و امفزما، که اینا هم میتونن که عین حالت نفس قیدی و همچنان سرفه و بلغم و اینا را با وجود دارن. اکثر اینا باز در زمستان ها زیاد میشه. بله. و قسمی که قبلا خواهر ما گفتن از سبب امراض قلبی هم میتونه که نفس تنگی با وجود بیاید، مثلا عدم کفایه قلب میتونه که نفس قیدی با وجود بیاید. زمانی که بیروبار هم میباشد اینا دلشون تنگ میشه، نفسشون خب، قید میشه. در زمانی که در یک جای بیروبار میشه و فضا هم خرد باشه. بله. معمول است که اکسیژن در اونجا
کم میشه. حتی اشخاصی که بالکل صحتمند هم باشن دچار به کمبود اکسیژن میشن و یک احساس نفس قیدی پیششان پیدا میشه. ولی در آستما قسمی که قبلا گفتیم در مواجه شدن به عوامل الرژیک یا یک تعداد حالات هست که ایره میتونه که با وجود بیاره و با آستما یک تعداد اعراض دیگه هم همراه میباشه، مثل سرفه، مثل بلغم و همچنان یک صدای ویزنگ یا صدای میوزیکل یا همون صدای سینک است، اینا هم میتونه موجود باشه. خب میایم سر سوال خواهر ما. خواهر ما گفتن که اکثر وقت نفس قیدی پیش از اینا پیدا میشه و معمولا در آگشتن. در آگشتن مریضان آستما هم نفس تنگی پیدا میکنن، ولی آستما فرقش باز از دیگه امراض همیست که وقتی که حملهش میاد نفس قیدی موجود میباشه، زمانی که حملهش برطرف میشه کاملا مریض صحتمند میباشه. دو مشکل عمده دیگه که میتونه در هنگام راگشتن سبب نفس قیدی یا با وجود آمدن نفس قیدی نزد مریضا شون، یکیش همین مشکلات قلبی است که عدم کفایت قلب و ایناست که خواهر ما گفتن و گراف کردن و ایکو، اگر ایکو کرده باشن او درستر معلوم میشه که امراض قلبی نباشه. دیگه شمی پیشتر که گفتم امراض انسدادی مزمن ریه، ای ها هم میتونن که نمی نفس تنگی را با وجود بیارن و مراحل ابتدایی از اینا هم امی هست که نفس قیدی با فعالیت فیزیکی و یا هم با گشتن و یا هم بالاشتن در ارتفاع میتونه که با وجود بیاره. این توصیه ما به خواهر ما امی هست که یک عکس سینه یا اما چست اکسری که میگن پیششان باید اجرا شوه و همچنان نزد یک متخصص داخله مراجعه کنن که درست از پیش از اینا هم تاریخچه مشکلاتشان بگیره، انشاءالله تشخیص میشه. دوست دیگر ما همچنان تماس گرفته بودن بخاطر این که فکر کنم کودکشون دچار همین بیماری شده بودن و گفتن که زمانی که پیش دکتر صفا مراجعه می داشته باشیم اونا بر ما یادآوری میکنن که ما باید پیچکاری زرق بکنیم. پیچکاری کردن تاثیر دارد یا خیر میتونه حاسب برسانه؟ یعنی این خواهر ما گفتن پسرشان به احتمال زیاد مصاحب آستما است. قبلا هم گفتیم که اکثرا در جنس ذکور در اطفال زیادتر دیده میشن و اینا گفتن نفس قیدی همراه با سرفه و اینا دارن، وقتی که پیش دکتر میرن معمولا پیچکاری میکنن. خب وقت باقی نموند که ما سر امی شدت آستما گپ میذاریم. آستما معمولا از نظر شدت به 4 درجه تقسیم میشه، یکی درجه خفیفش است، یکی درجه متوسطش است، یکی درجه شدیدش است و دیگه یک حالت بیخی شدیدش است که حتی عدم کفایت سیستم تنفسی در حال واقع شدن است. تداوی از این در استپای مختلف یعنی در درجات مختلف متفاوت می باشه. در ابتدا در مراحل ابتدایی تداوی از اینا امو دواهایی هستند که برانش ها را متوسع می سازن و تاثیر کوتاه مدت دارن که اینا را به نام شارت اکتینگ بیتا اگونست یاد میکنن. در مراحل اولی تنها دوایشان اینمی است. وقتی که از این کمی پیشتر میشه و با این کنترل نمیشه، دواهای ضد التهابی و یا ضد حساسیتی که استروئید هاستک یا هورمون هاستک بر از اینا توصیه میشه، ولی او به دوز بسیار پایین، همون پایین ترین دوز یا لو دوز و او هم به شکل انشاقی یعنی به شکل سپری که از طریق دهن سپری میشه استفاده میشه و اگر با از این هم پیشرفت میکنه باز میتونن که از دواهایی که طرق تنفسی را متوسع میسازن ولی تاثیراتشان طویل مدت است یا لانگ اکتینگ بیتا اگونست میتونن استفاده کنن و دوز استروید هم بالا میره، یعنی قبلا کمترین دوزه و بعدا دوز بسیار شدید شد. قسمی که خواهر ما گفتن پچکاری یا همو دواهای زرقی در مراحل آخری شدیدترین مراحل آستما تطبیق میشه. بنابراین زمانی که به دکتر مراجعه میکنن دکتر تشخیص میکنه که در کدام مرحله خود است، در کدام درجه خود است. اگر هر بار پچکاری باشه خب به نظر من هر بار زیادتر ضرورت به پچکاری نمیشه. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب، هزی که در برنامه امروز من تشریف آوردین، ممنون شما. تشکر از شما هم بسیار زیاد. سلامت. خب عزیزان برنامه هی بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان، همیشه وقت پیروز باقی بمانید.